کتاب جوانی، نویسنده پاتریک مودیانو، ترجمه حسین سلیمانی نژاد، چاپ اول سال 1394، نشر چشمه. این کتاب مشتمل بر 141 صفحه است. گوینده زهرا محمدی. این کتاب به سفارش کتابخانه گویای سایت جهانی نابینایان فارسی زبان بدین تهیه شده است. صفحه 7. بچه ها توی باغ بازی می کنن و کم کم وقت بازی شطرنج است. اودیل می گوید فردا صبح گچش رو باز می کنی. او و لویی در تراس کلبه نشستن و دختر و پسرشان را که با سه بچه ویتیرودو روی چمنها می دوند از دور زیر نظر دارند. دست چپ پسر 5 سالهشان توی گچ است ولی ظاهراً اذیتش نمی کند. لویی می پرسد از کی تو گچه؟ یه ماهی میشه. از علو کلنگ افتاده و بعد یک هفته معلوم شده بود دست شکسته و درد می کند. اودیل می گوید میرم حمام. به طبقه اول می رود. وقتی برگردد شطرنج را شروع خواهند کرد. لویی صدای شرشور آب حمام را می شنود. آن طرف جاده پشت ردیف کاج‌ها ساختمان تلکابین به یک ایستگاه کوچک آب گرم می‌ماند. ظاهراً یکی از اولین تلکابین‌هایی است که در فرانسه ساخته شده. لویی با چشم دنبالش می‌کند که آرام آرام از سربالای فراز بالا می‌رود و رنگ سرخ کابینش روی کوهستان سبز تابستانی توی چشم می‌زند. بچه‌ها خودشان را لای کاج‌ها جا می‌زنند و با دوچرخه می‌روند سمت میدانی که نزدیک ساختمان تلکابین و در سایه است. دیروز لویی تخته‌ای را که رویش با حروف سفید نوشته شده بود سانی هوم از روی کلبه کند. حالا این تخته جلوی پنجره بزرگ روی زمین افتاده است. 12 سال پیش که کلبه را خریدن و تبدیلش کردن به خانه بچه ها نمی دانستن چه اسمی رویش بگذارن. اودیل ترجیح می داد اسمش فرانسوی باشد. مثلا ناغولاها یا تخصها. اما به نظر لویی اسم انگلیسی شیکتر بود و مشتری بیشتری جذب می کرد. آخر سر اسمش را سانی هوم گذاشتن. تخته را بر می دارد. سانی هوم آن را توی کشو خواهد گذاشت. احساس آرامش می کند. دیگر خانه بچه هایی در کار نیست. از امروز به بعد کلبه فقط مال خودشان است. آلونک ته باغ را چای خانه می کنند و زمستان قبل از اینکه مردم سوار تلکابین شوند می آیند آنجا. شب با سر و صدا و خنده که بچه ها که حالا قایم باشک بازی می کنند کم کم از اعماق در و باغ بالا می آید. فردا 23 ژوئن است و 35 سال تولد اودیل. لویی هم یک ماه دیگر 35 ساله می شود. برای جشن تولد اودیل خانواده ویترودو و بچه هایشان را دعوت کردند. همراه آقای آلار که اسکیبازی قدیمی است و صاحب یک فروشگاه کوچک ورزشی. تلکابین شروع می کند به پایین آمدن و زیر توده های کاج ها گم می شود. بعد دوباره بالا می آید و با همان آرامش قبلی به راهش ادامه می دهد. بالا رفتن و پایین آمدنش تا 9 شب ادامه خواهد داشت و بار آخر تبدیل می شود به کرم شبتاب بزرگی که روی شیب فراز می خزد. این پسر چقدر شجاعه. دکتر با نوک انگوش به لپ کودک می زد. اودیل نگران‌تر از همه بود. دکتر به کمک دستگاهی شبیه یک اره برقی که کنده ها را فوری از وسط دوتا می کند گچی را که اودیل رویش گل کشیده بود برید. دست سالم و سلامت بیرون آمد. پوستش نخشکیده و نه رنگ پریده شده بود. اودیل بی دلیل می ترسید. بچه لبخند زنان و نگران دستش را تکان می داد و آرام آرام و با ناباوری خمش می کرد. دکتر گفت حالا می تونی دوباره بشکنیش؟ اودیل قول داده بود قبل برگشتن به کلبه بروند و بستنی بخورن. حالا توی تراس کافی نزدیک دریاچه روبروی هم نشستن. کودک بستنی توت فرنگی پسته انتخاب کرده است. خوشحالی که دست دیگه تو گچ نیست جوابش را نمی دهد. با دقت و جدیت بستنیش را می خورد. اودیل نگاهش می کند و از خودش می پرسد آیا او بعدها آن گچ پرگل و ستاره را به خاطر می آورد؟
اولین خاطره کودکی، آفتاب چشمهای بچه را چین می اندازد، مه روی دریاچه مه و اودیل 35 ساله می شود، به زودی لویی پا توی 35 می گذارد. ممکن است در 35 سالگی اتفاق تازه‌ای برای کسی بیفتد. این را از خودش می پرسد و به پوست هوا نخورد و دستی که چند لحظه پیش از گچ بیرون آمد فکر می کند. انگار بچه از پیله بیرون آمده. آیا در سن 35 سالگی هم ممکن است زندگی از صفر شروع شود؟ سوال سختی است و به خنده می اندازدش. این را باید از لویی بپرسد. خودش فکر می کند که نه، آدم به منطقه وسیع می رسد و داخل دریاچه‌ای شبیه همینی که جلوش گسترده شده قایق رکابی زندگیش را نرم نرمک جلو می برد. بچه ها بزرگ می شوند، بعد هم ترکش می کنند. موجهی گوشه پلکش را اذیت می کند. قوطی کرم پودری را که فقط از آینه کوچک گردش استفاده می کند از کیفش بیرون می آورد. موفق نمی شود موجه را بردارد. صورتش را با دقت نگاه می کند. تغییری نکرده. همان قیافه 20 سالگیش را دارد. این چینهای کوچک گوشه لبهایش نبوده. دیگر چیزی عوض نشده. نه، لویی هم عوض نشده. کمی لاغر شده. فقط همین. تولدت مبارک مامان. این جمله را شمرده شمرده و با غرور خاصی گفت. اودیل میبوسدش. عجیب است، اگر بچه‌ای پدر و مادر را قبل از تولدش بشناسد، یعنی زمانی که هنوز پدر و مادر نشده و خودشان بودند و خودشان، کودکی او هم در خیابان شارل کروس پاریس که خطهای اتوبوس از آنجا راه میافتادند پیش مادر بزرگش گذشته بود. کمی آن طرفتر ساختمان خاکستری سقف تورل، سینما و سرازیری بلوار سروریه با کمی خیال پردازی در صبح‌های مه‌آلود و آفتابی به نظر می‌آمد این سرازیری جاده مرتفعی است که تا دریا پایین می‌رود. دیگه باید برگردیم. در مسیر جاده‌ای که سمت کلبه می‌رود، حواس اودیل جای دیگری. زیر لب آوازخوان رانندگی می کند. پسرش کنارش نشسته است. خیلی زود متوجه می شود اولین مصرعهای اپرای کوتاهی به اسم روزهای هاوایی را به لب آورده که صفحه‌اش را با تعجب در یک عتیق فروشی در ژنو پیدا کرده بود. روی نیمکت سبزی جلوی ساختمان تلکابی نشستند و پسرشان توی میدان دوچرخ سواری می کند. دوچرخی با چرخهای کمکی برای حفظ تعادل. اودیل دراز کشیده، سرش را روی زانوی لویی گذاشته و مجله سینمایی می‌خواند. کودک از لکه‌های آفتاب یکی یکی می‌گذرد و به قول خودش تور بزرگ دوچرخه سواری را شروع می‌کند. هر از گاهی می‌ایستد و مخروط کاجی را برمی‌دارد. کارمند تلکابین در چارچوب در ساختمان ایستاده و سیگار می‌کشد. با آن کلاه و کتابی شبیه رئیس ایستگاه قطار است. لویی میپرسد ببینم اوضاع مرتبه؟ نه، امروز زیاد مشتری نداریم. مهم نیست تلکابین قرمز حتی اگر خالی هم باشد سر ساعت مقرر حرکت خواهد کرد. این قانونش است. کارمند میگوید هرشن هوا آفتابیه. لویی میگوید هنوز که تعطیلات شروع نشده. 15 روز دیگه خودتون میبینید. کودک دور میدان میچرخد و با قدرت بیشتری رکاب میزند. اودیل عینک آفتابی زده و در حال ورق زدن مجله به خاطر باد شدید محکم صفحه ها را گرفته است. لویی در حال چرت زدن داد و بیداد بچه ها را میشنود که نزدیک میشوند، دور میشوند و دوباره نزدیک. به نظرش میرسد این صداها مانند بازی های سایه و آفتاب با شدت نور کم و زیاد می شود. او همیشه یک خواب می بیند. بالای یک پیست خالی دوچرخه سواری نشسته و به پدرش که فرمان دوچرخه را محکم گرفته و آرام آرام توی پیست می چرخد نگاه می کند. کسی صدایش می زند. چشمها را باز می کند. دخترش جلوش ایستاده و لبخند می زند. تقریبا همقد اودیل است. بابا الان مهمون ها میان. لویی با دیدن لباس قرمزش جا می خورد. او 13 ساله است. لویی تازه بیدار شده و هنوز مرگ است. از اینکه دخترش اینقدر بزرگ شده تعجب کرده. بابا لبخند سرزنش باری حوالش می کند. دستش را می گیرد و سعی می کند از روی کاناپه بلندش کند. لویی مقاومت می کند. لحظه تسلیم می شود. بلند می شود و پیشانیش را می بوسد.
توی تراس می رود. هوا هنوز تاریک نشده است. از لابلای ردیف کاج‌ها گروهی را می بیند که می آیند سمت کلبه. صدای کلوفت آلار و خنده مارتین ویتورودا به گوشش می رسد. آن طرف تلکابین قرمز مانند کفش دوزکی وسط چمنها یواش یواش در امتداد شیف فراز حرکت می کند. همه ی لامپ‌های سالن را خاموش کرده. لوی، اودیل، ویترودو، زنش و بچه‌ها دور میز منتظر نشستند. دختر لوی از آشپزخانه بیرون می‌آید و کیکی می‌آورد که هر شمع رویش می‌درخشد. 3 تا برای دهه‌ها و 5 تا برای 5 سال. سمت آنها می‌رود و همگی می‌خوانند هپی برثدی تو یو. سینی را وسط میز می‌گذارد. همه به نوبت اودیل را می‌بوسند. ویترودو می‌پرسد: خب از اینکه 35 سالتون شده چه احساسی دارید؟ اودیل جواب می‌دهد: احساس می‌کنم کم کم سن مادر بزرگ شدن داره نزدیک میشه. چرند نگید اودیل، مایر شمع‌ها رو فوت کنید مامان. اودیل روی کیک خم می‌شود و فوت می‌کند. با اولین فوت همه دست می‌زنند و لامپ‌ها روشن می‌شوند. یا آواز آواز. لوی میگوید: اودیل میخواد برامون ترانه خیابانها رو بخونه. نه نه اصلا. کیک را میبرد. بچه ها از سر میز بلند و 5 نفری گوشه ی تراس جمع شدند. اودیل و لوی برای هر کدامشان یک تکه کیک توی پیش دستی میگذارند و میبرند. مارتین زن ویترودو میگوید: نمیخوان بخوابند. آلار با صدای کلوفتش میگوید: بیخیال، امروز با بقیه روزها فرق میکنه. آدم که هر روز 35 سالش نمیشه. ویترودو نگاهی به ساعتش میاندازد: روی به نظرم دیگه باید بریم. واقعا شرمندم که مزاحمتون شدم. او باید سوار قطار 23:30 پاریس شود. و لوی پیشنهاد میکند با ماشین تا ایستگاه برساندش. میگوید: بریم. همسر ویترودو، آلار و اودیل توی تراس نشستند و گپ میزنند. صدای آلار از بقیه بلندتر است. شب گرمی است و صدای قرش رعد و برقی از دور به گوش میرسد. ویترودو کیف مشکیش را وسط اتاق نشیمن باز میکند. هول هولکی نگاه میکند تا چیزی را فراموش نکرده باشد. بچه ها روی پلکان همدیگر را هول میدهند و صدای قدم های محکمشان توی اتاق های بزرگ طبقه اول ضعیف و ضعیفتر میشود. اودیل تراسی را ترک کرده و درست وقتی لوی پشت سر ویترودو میخواهد از کلبه بیرون برود به او میرسد. لوی میگوید: تولدت مبارک. اودیل میگوید: اوه بس دیگه. راستی از اینکه 35 سالتون شده چه احساسی دارید؟ اودیل تنهی به او میزند و میگوید: بس دیگه، چند وقت دیگه نوبت تو هم میشه. بازویش را دور اودیل حلقه میکند و همگی قهقهه میزنند. اولین بار است که در زندگیشان جشن تولد میگیرند. فکر جالبیست چون بچه ها را سرگرم میکند. ویترودو چمدان و کیف مشکیش را روی صندلی عقب ماشین گذاشته و خودش کنار لوی می نشیند. واقعا شرمندم لوی. نه بابا نه، 5 دقیقه می رسیم ایستگاه. لوی آرام راه می افتد. لحظه بعد ماشین را خاموش می کند. اتومبیل بدون کوچکترین صدایی از جاده صاف پایین می رود. می پرسد: کی بر می گردید؟ آخر هفته بعد. دوست دارم ماه اوت با مارتین و بچه ها اینجا باشم. شما خیلی خوششانسید که تمام سال تو کوهستان میمونید. لوی میگوید: به نظرم نمیتونم تو پاریس زندگی کنم. مثل هر باری که پشت فرمان مینشیند پیچ رادیو را باز میکند. ویترودو میپرسد: چند وقتی اینجایید؟ 13 سال. ما که 6 سال کلبمون رو خریدیم. فکر میکردم خیلی وقت اونجا زندگی میکنید. ویترودو همسن لویس در شرکت واردات و صادرات پاریس کار میکند. او و مارتین هر سال موقع عید نوئل و پاک برای اسکی میآیند و معمولا 3 بچهشان را به اودیل و لوی میسپارند تا با بقیه بچه ها سانی هوم بازی کنند. راستی خونه روبراه شد. لوی لبخند زنان جواب میدهد: روبراه شد. دیگه کلبه مال خودمونه و خودمون. حالا بچه ها میتونن تو اتاقها اسکیت بازی کنن. حالا میخواین چیکار کنین؟ شاید با آلار یه سالن چایخوری راه بیاندازیم برای اونایی که میان تلکابین. ویترودو میگوید: در واقع کار درست رو شما انجام میدید. من هم دوست دارم همه چی رو ول کنم و بیام اینجا.
پیچ اول جاده دست چپ دیوار محوطه هتل رویال. لویی ماشین را روشن می کند. می گوید 100% بچه ها اینجا خوشحال ترند تا پاریس. خیلی دوست دارم پسرم مربی اسکی بشه. جدی دخترتون چی؟ از کار دخترها هیچ وقت نمی شه سر در آورد. شیشه رو پایین می کشد. انگار طوفان دارد نزدیک می شود. ویترودو می پرسد قبلن پاریس زندگی می کردید؟ بله خیلی وقت پیش. ماشین را جلوی ایستگاه نگه می دارد. در را باز می کند و وسایل ویترودو را بر می دارد. خواهش می کنم لوی از سالن کوچک و خالی ایستگاه که با نور مهتابی ها روشن است می گذرند. ویترودو بلیطش را داخل دستگاه بلیطخوان قرار می دهد. لوی می گوید این دستگاه همینطور دارن پیچیده تر می شن. خوش به حال من که دیگه مسافرت نمی کنم. حالا قطار داخل ایستگاه است. خدا حافظ لوی تا جمعه. لوی تا روی سکو همراهش می رود و کمکش می کند. چمدان و کیف مشکیش را داخل کوپه تخت خواب دارش ببرد. ویترودو لبخند زنان پنجره را باز می کند و خم می شود. تا جمعه مارتین و بچه ها رو می سپارم به شما. حواستون جمع باشه. حواسم جمع مثل همیشه. لوی در حالی که دوباره از سرسرای ایستگاه می گذرد چشمش به یک دستگاه سکه که کنار دکه های بسته می افتد. دو سکه داخل شکاف می اندازد. چیز کادو پیچ شده ای به رنگ قرمز و طلایی بیرون می افتد. یکی از آن شکلات هایی که به تخت سنگ معروفند. عجب اینها هنوز هم وجود دارند. آن وقت اودیل این شکلات ها را از نانوای خیابان کلنکور می خرید. این هم هدیه تولدش. آن طرف میدان پشت شیشه های کافه آدم های زیادی جلوی تلویزیون میخکوب شدن. صدای خواننده‌ای به گوش میرسد. فقط صدای خشن میشنود. بدون آن که بفهمد چه میخواند. باد ملایمی بلند شده. در راه برگشت اولین قطره های باران پایین میچکند. پاییز 15 سال پیش تمام روز در سندلو باران می‌بارید و برکه های بزرگی در حیات پادگان درست می‌کرد. حواسش جای دیگری بود که پایش وسط یکی از آنها رفت و احساس کرد مشمند یخ‌زده‌ای قوزک پاهایش را فشار می‌دهد. چمدان حلبی به دست با نگهبان خداحافظی کرد. به کنج خیابان که رسید نتوانست جلوی خودش را بگیرد و سمت ساختمان خرمای رنگی که دیگر جایی در زندگیش نداشت بر نگردد. لباس شخصیش یک فلانل خاکستری به زیر بغل برانهایش فشار می‌آورد. برای زمستان احتیاج به پالتو داشت و خصوصاً کفش. بله کفشی با تخت زخیم کرپ. نزدیک ساعت 7 بروسیه در کافه بالکن با او قرار گذاشته بود. ناگهان به فکرش رسید که دو ماه از او را می شناسد و بروسیه دروغ گفته که اتفاقی گذرش به سندلو افتاده است. چرا اقامتش را اینجا طولانی کرده بود؟ در حالی که باید به معامله هایش در پاریس می رسید. دقیقا اولین بار توی کافه بالکن در حالی که منتظر نیمه شب بود تا به پادگان برگردد با بروسی آشنا شده بود. آن روز بعد از ظهر در امتداد برج‌ها قدم زده بود و بعد از آن که راهی جاده ملی شده و تا پرورشگاه اسب رفته بود در سمت راست در منطقه‌ای پر از بناهای چوبی راهش را گم کرده بود. با برگشتن به شهر سر یکی از میزهای کافه بالکن نشسته بود. آینه کنار بار تصویرش را بر می گردند. تصویری با یونیفرم نظامی، موهای کوتاه و بازوهای قلاب کرده. بروسیه که پشت میز بغلی روزنامه می خوان دو دقیق شده بود. از آشخوری خیلی مونده. لوی هنوز معنای این اصطلاح عامیانه را نمی دانست. چند سال دارید؟ ژوئیه که بعد 20 ساله می شم. آنها تنها مشتری های کافه بودند. بروسیه شانه بالا انداخت و گفت که این ساعت هیچ کس در خیابان های سندلو پیدا نمی شود. اگه بشه اسمشون رو گذاشت خیابان و قاخا خندید. آشخوری تو همچین جایی نباید زیاد جاره باشه نه؟ سن بروسیه
حدود 40 سال، لبخند که میزد جوانتر نشان میداد. مردی بور با چشمهای بسیار روشن و پوست قرمز که بدون شک این رنگ و این صورت پف کرده را مدیون علاقه زیادش به نوشیدنی بلژیکی بود. توضیح داد که در پاریس زندگی می کند ولی قصد دارد چند روزی پیش خانوادهش در سنتلو بماند. گفت برادر بزرگترش اینجا محضر دارد. گفت بیش از 10 سال است که به اینجا بر نگشته و همه فراموشش کردند. اینجا هم از اوقات فراغتش برای سر و سامان دادن به معامله هایش استفاده می کند. بله، یکی از اهالی شربورگ می خواست کلی جنس آمریکایی را یک جا به او بفروشد. جیب های کهنه و کامیون های قدیمی ارتش، سر و کار بروسیه با اتومبیل ها بود. در پاریس هم یک تعمیرگاه داشت. آن شب لویی را تا پادگان همراهی کرد. بارانی پوشیده بود و یک کلاه قدیمی اتریشی که یک پر زرد مایل به حنایی داخلش فرو رفته بود از خیابانی پایین می رفتن که دو طرفش خانه های نو بودن و همگی به تون خاکستری رنگ داشتن. آنجا بود که بروسیه سفره دلش را باز کرد و گفت دیگر شهر دوران کودکیش را نمی شناسد. گفت بعد از بمباران جنگ آخر آنها شب دیگری ساختند و سندلو دیگر سندلو نیست. توی کافه بالکن دود و هیاهوی گفتگوها گیجش کردند. وقت نوشیدنی قبل از غذا بود. بروسیه را با آن کلاه اتریشیش فوری پیدا کرد. کمی هول بود. سمتش رفت، چمدانش را گذاشت و نشست. بروسیه شاد و شنگول پرسید خب آشخوری تموم شد؟ بله آشخوری تموم شد. این جمله را با صدای نیمه بلندی گفت چون همیشه در بکار بردن اصطلاحات عامیانه نظامی مشکل داشت. بروسیه گفت آخر آشخوری رو باید جشن گرفت جونم. میبینید که من شروع کردم. به لیوان نیمه پرش که نوشیدنی قرمزی داخلش بود اشاره میکرد چی میخورید؟ پر حرفی این مرد مثل بازاریاب ها بود. صدای گرفتش یک دفعه ظریف شد. آن وقت از اسباب خانه و کتاب حرف زد. توضیح داد که قبلا برای عتیق فروش های زیادی در پاریس کار کرده است. حتی یک شب با بتاب شروع کرد به شمردن جزئیاتی که به کمک آنها میتوان یک مبل اصل روژسانس را از یک مبل لوی 15 تشخیص داد و با مدادی که دستش بود نشان داد که چطور باید کیفیت پشتی ها و تکیگاه های سر را ارزیابی کرد. اما در مورد کتاب ها مسلماً چاپ های اصلی را دوست داشت. بله او اینطور وقتها دیگر خودش نبود و شاید حرکت ها و حرف های کسی را که از او تأثیر گرفته بود تقلید می کرد. وقتی پیش خدمت نوشیدنی ها را آورد بروسیه گفت زنده باد پایان خدمت. لیوان ها را بالا بردن. جرأت نمی کرد به بروسیه بگوید که آب توی کیف هایش و کفش هایش می رود. به چی فکر می کنید لوی؟ او فقط به یک چیز فکر می کرد. اینکه کفش ها و جوراب های خیسش را در بیاورد. توی سطل آشغال بیاندازدشان و مطمئن باشد با کفش های نوعی که تخت کرپ دارند دیگر هیچ وقت به پاهایش نمی رسد. ناگهان گفت اعصابم رو خرد کرده. چی جونم؟ 2 سال بله قربان گفتن در پادگان و تحمل خوابگاه و یونیفرم و کفش های سوراخ. اما حالا که همه چیز تمام شده بود چرا باید این کفش ها را تحمل می کرد؟ کفش نو لازم دارم. بله البته کفش با تخته کرپ. بروسیه متعجب به نظر می رسید. باقی مانده که لیوانش را یک نفس سر کشید. گفت خب باید از اونا پیدا کنیم. از کافه بالکن بیرون رفتند و وارد خیابان تجاری سمت راست شدند که از سطح آنجا پایین تر بود. مغازه های دیوار به دیوار زیر تاقهای بتونی پیاده رو قرار داشتند. پشت ویترین آخرین مغازه کفش های سبک و زنانه گذاشته بودند. فروشنده داشت آماده می شد تا کرکره فلزی را پایین بکشد. توی سالن کوچک مغازه کنار هم نشستند. کلاه اتریشی بروسیه همچنان سرش بود. گفت برای این مرد جوان یه جفت کفش با تخت کرپ می خواهم. فروشنده توضیح داد که از این کفش ها ندارد ولی می تواند مجموعی از کفش های ایتالیایی را نشانش دهد که کیفیتشان عالی است. نه نه تخت کرپ. کفش های گنده انتخاب کرد که ضخامت تختشان حدود 3 سانتی متر بود. جوراب های خیسش را درآورد تا کفش ها را امتحان کند. پرسید جوراب ندارین؟ چرا جوراب تنیس داریم. اشکال نداره.
جوراب‌ها را پایش کرد و بندهای کفش نو را با دقت بست. بروسیه کیف پولش را در آورد و حساب کرد. فروشنده کیسه پلاستیکی به لویی داد که کفش‌های کهنه و جوراب‌های خیس را داخلش بیاندازد. بیرون کیسه پلاستیکی را توی جوی آب انداخت. با این حرکت تشریفاتی پایان یک دوره از زندگیش را نشان داد. البته هنوز یک پالتو لازم داشت، ولی بعداً فکرش را می‌کرد. بروسیه گفت: شام میریم نووتل، اونجا میز رزرو کردم و دوتا اتاق. لوی پرسید: با حمام؟ بله، چطور مگه؟ بعد از آن دستشوی بزرگ آسایشگاه که مثل آخر استبل بود و لولهش همیشه میگرفت، حمام فوق‌العاده بود. یک حمام بعد از 2 سال استفاده از دستشوی ترکی که لطهای درش چفت نمیشدن و با وزش باد سرد حیات به هم میخوردن. پس میتونم حمام کنم؟ هر قد که بخواهی جونم. دوباره باران گرفت، اما انقدر ریز که موها را زورکی خیس میکرد. در امتداد برج‌های خیابانی پیش میرفتن که شیب ملایمش کمی انحنا داشت. بروسیه در حالی که به برج‌ها اشاره میکرد گفت: خنده داره، بچه که بودم یه روز با طناب گرهدار از اون بالا اومدم پایین. راستی کفش‌ها راحتن؟ خیلی خوبن. چند صد متری تا نووتل مانده بود. باید از جلوی سینمای دراکار رد می شدن تا به پایین دست خیابان برسن و از پل رودخانه ویر عبور کنن. وقتی راه رفتن طولانی، لویی را دیگر اذیت نمی کرد و از اینکه پاهایش را وسط برکه های آب می گذاشت لذت می برد. کسی که تخت کرپ زیر پایش است نه از چیزی می ترسد و نه از کسی. از بلنگو موسیقی ملایم به گوش می رسید. هیچ کس در سالن غذاخوری هتل نبود جز او و بروسیه که سر میزی ته سالن نشسته بودند. وقتی پیش خدمت داشت سینی پنیر را برایشان می آورد، بروسیه بطری را باز می کرد، لیوان لویی را پر کرد و برای بار سوم فریاد کشید: زنده باد پایان خدمت. این جمله لویی را یاد پادگان می انداخت و عصبی‌اش می کرد. دیگر به چیزی توجه نداشت و خودش را به رغبت دلنشینی سپرده بود. بروسیه توصیه کرد: برای دسر باید یه سیاسفید بخورید. یه سیاسفید؟ زیادی نوشیده بود. رنگ صورتش ارغوانی شده بود. منمن کنان گفت: راستی لویی، یه وقت از دستم ناراحت نشید. سمتش خم شد و آهسته گفت: دوتا مهمون دارم. نور شدید چشمهای لوی را می زد. بیهوده سعی می کرد اسم آهنگی را که بلندگو پخش می کرد پیدا کند. ترانهی که زیاد شنیده می شد. بله، ولی اسمش چه بود؟ بروسیه دوباره خم شد. خودتون می بینید. آنها داخل سرسرا منتظر بودند. دو دختر سبزه، یکی موهایش را دنبه اسبی بسته بود و هر دویشان با ماشین او آمده بودند. یک دی اس ای 19 که نزدیک بود حوالی والونی خراب شود. اگر این اتفاق می افتاد خیلی بد می شد. بروسیه اعلام کرد: مهم اینه که الان اینجایید. بعد رفت سمت پذیرش. لویی چمدان به دست کنار دخترها مان. دو مصبی پرسید: ببینم انگار سربازیتون تموم شده. بله تموم شده. اینجا بودید؟ تو صندوق؟ بله. به نظر من بهتره وارد نیروی دریایی بشید. اینطوری همیشه تو سفری. آن یکی آینه ای از داخل کیف دستیش در آورده بود و به خودش می رسید. بروسیه پیششان برگشت. راه بیفتید. اتاق 119 به پیش. داخل آسانسور تنگ و باریک، دو مصبی کلاه سبز پردارش را برداشته و کجکی سرش گذاشته بود. لویی جای تکان خوردن نداشت و چمدانش را به ناچار بالا گرفته بود. پرده ای سرمه‌ای داخل اتاق زده بودند. یک میز چوبی روشن هم دیده می شد. روی هر یک از پاتختی ها رادیوی خودنمایی می کرد. بروسیه پیچ رادیو را باز کرد. میگم نوشیدنی بیارن. دختری که هنوز کلاه پردار بروسیه سرش بود پرسید: اسم شما چیه؟ لویی. بروسیه برق را خاموش کرده بود. فقط یکی از چراغ‌های کنار تخت روشن بود. لویی از پنجره باران را تماشا میکرد که حالا تندتر از چند دسته پیش میبارید. بروسیه آواز میخوان: زنده باد پایان خدمت، زنده باد پایان خدمت، زنده باد پایان خدمت. یکی از دخترهای سبز یواش تکرار کرد: زنده باد پایان خدمت. آن پایین جلوی هتل محوطه وسیع مثل باند فرودگاه به چشم می‌خورد. دو ردیف تیر چراغ برق با نور تندی روشنش می‌کردند. این همه تیر برق برای چه بود؟
وسط محوطه خالی لوی دی اس 19 سبزه ها را دید. لرزش درام و گیتار الکتریک جورج بلون را روی پلکان کلافه می کرد. روی نیمکت چرمی طبقه اول شق و رق نشست و سعی کرد قبل از گذشتن از در پالادیوم همه ی توانش را جمع کند. انتهای سالن سمت چپ گروهی از نوازنده های راکن رول فضای نیمه تاریکی را در قسمت شیری رنگ سکو شکافته و جست و خیز می کردن. خواننده با صدای نخراشیده نعره می‌زد و یکی از ترانه‌های معروف آمریکایی را می‌خواند. بیشتر پسرها و دخترهایی که دور سکو جمع شده بودند 20 سال هم نداشتند. بلون نوازنده درام ارکستر را با موهای بور مجعد و گونه‌های توپلش مانند یک بچه نظامی می‌دید، بچه‌ای که خیلی زود پیر شده است. از لابلای جمعیت راهش را سمت بار باز کرد و الکل سفارش داد. بعد لیوان سوم به سر و صداها حساسیت کمتری نشان می‌داد. هر بار که به پالادیوم می‌آمد در حالی که ارکستر و خواننده‌های روی سکو، نوجوان‌های هومه شهر و کارمندان جوان محله با هم عوض می‌شدند، یک ساعتی آنجا می‌ماند. میل به فرار از زندگی روزمره و خیال پردازی‌شان چنان شدید بود که بلون بیشتر وقت‌ها صدای گوش‌خراش گیتارها و صداهای خفه آنها را مانند فریادهای کمکی می‌شنید که در فضا می‌پیچند.